عرض سلام و خسته نباشید خدمت رفقای نابی خودم سامانی نژادم در عربی سکو کنار دستم که با همدیگه روی سکو بیستیم. امیدوارم حال همگی خوب باشه. بچه های من میخواییم با همدیگه بریم قواعد رو رنده بکنیم، قواعد درس به درس با همدیگه بریم انقدر جلو و خفن و بالا بیستیم تا رو سکو با همدیگه باشیم. بیا اینجا، به 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 به، یه جزوه خیلی خوشگل. میخوام از بی بسم الله قواعد هر چیزی که داره رو بکنم توی مغزت. دوست عزیز من اینجا رو نگاه بکن، بیا رو وال. اقسام یک کلمه در هر زبانی، فرق نداره فارسی، انگلیسی، ترکی، آذری، نمیدونم فرانسوی، آلمانی، هر زبانی. یا آقا ما کلماتمون یه دونه اسمن یا یه دونه فعلن یا یه دونه حرفن. پس بچه ها یه کلمه در زبان عربی یا اسمه، مثل محمد، یعقوب، یوفوس، تهران، تلمیز، باب، نافذت، برای نامیدن یه چیزی استفاده میشه و به زمان دلالت نداره. یا یه فعله، برای انجام دادن یه کار استفاده میشه یا رو دادن حالت، خورد، برد، نوشید. یا یک حرفه، برای ربط دادن جمله ها به هم دیگه یا کلمه ها به هم دیگه استفاده میشه، مثل و، به، با، تا، از. تو عربی فی یعنی در، ان یعنی از، من یعنی از، الا یعنی به سوی، الا یعنی بر روی. یه کلمه پس بچه ها یا اسم یا فعل یا حرفه. بیا اینجا میخوایم یک اسم رو با هم دیگه بشناسیم. بچه های من اگر دیدیم در انتهای کلمه علامت ت یا الف و همزه یا آکوچولو وجود داره، مثل شجرت، صحرا یا هدا، یعنی این کلمه یک اسم. اگر دیدیم کلمه الف لام داره یا تنوین داره، بدون ال داشتن و تنوین داشتن از ویژگی های یک اسم. اگر دیدیم کلمه منادا شده، آقا یعنی چی؟ یعنی داری صداش میزنی با یا ایوها، به کلماتی که بعد یا، بعد ایوها، بعد ایتوها میاد داری صداشو میزنی، یا محمد، ایوها التلمیز، ایتوها تلمیزت، ایتوها شمس، کلماتی که بعد ایوها، ایتوها و یا میان حتما اسم هستن. اگه دیدیم کلمه با مو داره شروع میشه، 100% اسمه. معلم، محسن، مشاور، مقیم، مستجاب، مستشفا، مساعدت، همه اینا اسم هستن. اگر دیدیم کلمه آخرش ای یا ان داره یا اینه داره یا اینه داره، چی داره؟ ای یا ان داره، اینه داره یا اینه داره، اگر دیدیم کلمه مجرور شده به این کلمات، به این اعراب ها، علامت ها، مثل مؤمنه، رجلن، تلمیزین، مؤمنین، بهتر بگم کلمه ای که بعد از حروف جر میشینه 100% یک اسمه. ببینید حروف جر همون حرفای اضافه در فارسی هستن، حالا جلوتر کاملترش هم بهت میگم. حروف جر همون حروف اضافه تو فارسی هستن. آقا چطور تو فارسی ما داریم از، به، با، بر، در؟ نگاه کن تو فارسی بعد این حروف چی میاد؟ متمم، منظورت همون اسمیه که بعد این حرفا میاد دیگه. من به مدرسه میرم، به مدرسه. مدرسه چیه؟ اسم. پس بعد حرف اضافه همیشه تو فارسی اسم میاد. من از کلاس اومدم، کلاس اسمه. من در خانه میمانم، خانه اسمه. من به باشگاه میروم، باشگاه اسمه. بعد حروف اضافه در زبان فارسی همیشه یه دونه چی میاد؟ اسم. حروف اضافه همون حروف چی هستن در زبان عربی؟ حروف جر. پس بعد حروف جر هم همیشه در زبان عربی چی میاد؟ اسم. پس بچه ها اگر دیدیم کلمه ای آخرش ت داره، الف و همزه داره، آ کوچولو داره، این کلمه اسمه. اگر دیدیم کلمه الف لام و تنوین داره، این کلمه چی هستش؟ این کلمه اسم هستش. اگه دیدیم کلمه قبلش حرف جر اومده، فی، من، الا، هم حروف اضافه، از میشه من، در میشه فی، به میشه الا، با میشه به، بر میشه الا. اگه دیدیم کلمه بعد از این حروف، حروف جر اومده، حتما چی عزیز من؟ حتما اسمه. کلمه که با مو شروع میشه 100% اسم هستش. کلمه که داریم صداش میزنیم با یا، ایوها، ایتوها، 100% اسم هستش. بیا اینجا ببینم، بریم اسلاید بعدی. جانم، اما ما یه سری چیزایی دیگر هم خوندیم. آقا ضمیرها اسم هستن. در سال هفتم، هشتم و نهم یک سری ضمیر هم به ما معرفی شدن.
این ضمیرا همشون از جنس اسم هستن. آقا بیا روال، ضمیرا چی هستن؟ دو دسته هستن. ضمیرهای منفصل، جدا، من تو او ما شما ایشان، که تو زبان عربی میشه هو هما هم، هی هما هن، انت انتما انتم، انت انتما انتن، انا و نحن. و ضمیرهای متصل، ضمیرهایی که از اسمشون پیداست، وصل میشن. نگاه کن، فصل، جدا، وصل، چسبیده. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. ما اومدیم بچسبونیم، نه اومدیم جدا بکنیم. پس ضمیرهای متصل چی هستن؟ ما باید حفظ بشیم. دانش آموز من باید در هر پایی از دهم، یازدهم، دوازدهم باید این ضمیرهای متصل رو حفظ بشه. چی هستن؟ هو هو ما هو، ها هو ما هن، نه تو خونه، ها هو ما هن، تکرار، ها هو ما هن، نه ککو ما کم، ککو ما کن، نه یه و نه. این ضمیرها وصل میشن. مثلا میخوام بگم کتاب من، نمیگم کتاب و انا، میگم کتابی یعنی کتاب من. میخوام بگم مدرسه ما، نمیگم مدرسه و نحنو، مدرسه نا. ضمیرایی که بهت معرفی کردم همگی اسم هستن. چیا؟ هو، هما، هم، جان، هیا، هما، هن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا و نحنو، انا و نحنو، متصل. هو، هما، هم، ها، هما، هن، ککما، کم، ککما، کن، یه و نا. اما ترکیب، به 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 به، ترکیب درس جالبیه. چی میخواد به من بگه؟ میخواد به من بگه آقا اگر دیدی دو تا اسم، اگر دیدی دو تا اسم کنار همدیگه اومدند، دارن چی میسازن؟ دارن یک ترکیب اسمی میسازن. این ترکیب اسمی تو زبان عربی یا ترکیب اضافیه، چیزی که الان میخواییم راجبش صحبت بکنیم، یا ترکیب وصفیه، چیزی که تو همین درس میریم سراغش راجبش صحبت میکنیم. اگه ترکیب اضافی داشته باشیم، اسم اول رو بهش میگیم مضاف و اسم دوم رو بهش میگیم مضاف الیه. حالا ما در چه جایگاه های ترکیب اضافی داریم؟ بیا اینجا برای توضیح بدم. بچه های من، اگر یا روال عزیز من، حواستو کامل به من بده دیگه، حواستو کامل به من بده. اگر دو تا اسم کنار هم دیگه بیان، یا ترکیب وصفی میسازن یا ترکیب اضافی. اگر اسم دوم معنی صفت نده و اسم اول رو توصیف نکنه، اسم دوم صفت نیست، پس در نتیجه این ترکیب ترکیب وصفی نیست، پس ترکیب اضافیه. تو زبان مادری خودمون فارسی هم ما ترکیب اضافی و وصفی داریم، دو تا اسم کنار هم میان. مثلا وقتی من میگم پسر خوب، خوب داره این پسر رو توصیف میکنه. صفت در زبان فارسی میتونم بعدش تر بیارم، میتونم بعدش است بیارم، میتونم بگم پسر خوب تر، میتونم بگم پسر خوب است. اما وقتی میگم پسر بابا، ای جونم، پسر من، پسر سامانی نژاد، عزیزم، پسر سامانی نژاد، دیگه نمیتونم بگم پسر سامانی نژاد تر، پسر سامانی نژاد است، معنی نمیده. پس در ترکیبای وصفی جلوی صفت تو فارسی تر و اسب بذاری معنی میده، اما در ترکیبای اضافی تو زبان مادری فارسی اگه تر و اسب بذاریم جلو مضاف الیه معنی نمیده. در زبان عربی اگه دوتا اسم دیگه کنار هم دیگه اومدن، اسم دوم معنای صفت نمیده، این ترکیبی که داریم 100% اضافیه. به اسم اول میگم مضاف الیه، به اسم دوم میگم صفت. اینجا رو نگاه بکن، جنب مدرسه، بچه های من، جنب اسم، مدرسه هم اسمه. آیا کلمه مدرسه معنی صفت میده؟ تو میری به دوستون میگه اوه فلانی چقدر مدرسه ای؟ معنی نمیده که. پس مدرسه نمیتونه صفت باشه. مدرسه ای میتونه باشه، مدرسیت، مثلا تکالیف مدرسه ای، اما مدرسه، واژه مدرسه، مدرسه نمیتونه صفت باشه. پس آقا مدرسه صفت نیست. پس چیه دو تا اسم کنار هم اومدن؟ ترکیب وصفی نیست. ترکیب چیه؟ دوربین یک. ترکیب چیه؟ ترکیب اضافیه. پس اسم دوم میشه مضاف الیه، یا باب بیت،
باب بیت. بیت یعنی خانه. معنی صفت نمیده. پس ترکیب وصفی نیست. ترکیب چیه بابا؟ اضافی. باب اسم بیت، اسم بیت میشه مضاف الیه، باب میشه مضاف. یا مثلا فوق برکه. بچه‌ها نگاه کنید، موصوف و صفت رو در سال نهم بهت یاد داده. موصوف و صفت اگه باشن باید از نظر جنس و تعداد و اینا شبیه به هم دیگه باشن دیگه، نه؟ برکه اصلا مؤنثه، فوق اصلا یه اسم مذکره، این دوتا نمیتونن موصوف صفت باشن. حالا از نظر معنایی داریم بررسی میکنیم، کلمه برکه که معنی صفت نمیده، پس این ترکیب هم اضافیه، برکه مضاف الیه. صف مدرسه هم باز ببین، این مؤنث این مذکر اصلا نمیتونه ترکیب چی باشه؟ ترکیب وصفی باشه. پس مدرسه بازم میشه مضاف الیه، ترکیب ما اضافیه. این نکته اول. پس آقا اگه دیدیم دوتا اسم کنار هم اومدن و اسم دوم معنی صفت نمیده، یا اصلا آقا اینا تابع هم دیگه نیستن، شبیه به هم دیگه نیستن، ممکن نیست ترکیب وصفی باشن، ترکیب وصفی نداریم، ترکیب ما اضافیه، اسم اول مضافه، اسم دوم مضاف الیه. شماره دو، کوفت الزهرمار، هر جا دیدی ترکیب اضافیه. یه بار دیگه میگم، کوفت الزهرمار ترکیب اضافی. آقای سامانی نژاد یعنی چی کوفت الزهرمار ترکیب اضافیه؟ یعنی اگه ما یه دونه اسم بدون ال داشتیم که بعدش یه اسم الدار اومده بود، یه بار دیگه، اسم بی ال، اسم با ال، کوفت بی ال، الزهرمار با ال. مثل چی؟ مثل صاحب الجمال. مثل چی؟ مثل باب البیت. مثل چی؟ دار الفنون یا قاضی الحاجات. اسم اول ال نداره، اسم دوم ال داره. کوفت الزهرمار ترکیب اضافیه و الزهرمار اسم دوم مضاف الیه. شماره 3، اگر دیدم ضمیر متصل وصل شده به اسم. آقا من ضمیر متصل دارو یادم رفته، باید حفظ باشی، مگه میشه یادت بره؟ هو هو ما هم ها هو ما هن نه چکو ما کم چکو ما کن نه یه و نا. بگو هو هو ما هم جان ها هو ما هن نه چکو ما کم بگو چکو ما کن نه یه و نا. اگه دیدی چسبیده به اسم، مثل مدرسته نا، مثل چی؟ مثل بیتو کم، کم چسبیده به بیت، بیت اسمه. مثل صفه که چسبیده به صف اسمه. ضمیر متصل چسبیده باشه به یک اسم 100% ترکیب ما اضافیه و اون ضمیر متصل نقشش مضاف الیه. بچه ها جا داره بهتون بگم، یک سری کلمه ها هم در زبان عربی هستن، دائم الخمر میدونید به چه آدمی میگن؟ به آدمی میگن که همیشه مسته، همیشه داره مشروب مصرف میکنه. یه سری کلمه ها هستن دائم المضاف هستن، یعنی اگه این کلمه ها بعدشون اسم دیدیم اومده همیشه مضاف هستن. این کلمه ها رو لیستشو براتون نوشتم، نگاه کنید. کلمه کل، بعض، جمیع، ای، حول، مع، فوق، تحت، جن، قیدای مکان، قیدای زمان. این کلمات اگه دیدیم بعدشون اسم اومده 100% اسم بعدشون مضاف الیه یا خودشون هم مضاف شدن، بهشون میگیم دائم المضاف. مثل چی؟ مثلا کل و تلمیزن. الان کل اومده، تلمیز اسمه، کل مضاف، تلمیز مضاف الیه. مثل چی؟ مثل فوق الشجرت. فوق اومده بعدش اسم اومده، الشجرت مضاف الیه، تمام و سلام. حالا آقا ما فهمیدیم ترکیب اضافی چیه، دو تا اسم کنار هم بیان ترکیب وصفی نباشه، مضاف و مضاف الیه داریم. اما چند تا نکته بسیار 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 مهم دانش آموز من باید بدونه و ازش غافل نشه. بچه ها پسر بابا، پسر بابا، بیا اینجا اصلا منو نگاه کن، تو چشای آبی من زل بزن، تو خدا پسر من، پسر بابا، پسر سامانی نژاد، پسر من دو تا ویژگی اخلاقی داره. شما حتما میدونید، یا اگه ندونید با توجه به من سریع میتونید این ویژگی‌های اخلاقی رو سریعا بگید. چه ویژگی‌های اخلاقی داره؟ چی به ذهنت میرسه ها؟ خوشگلی و اینا اخلاقی نیستش. من دارم ویژگی‌های اخلاقی رو میگم. پسر کو ندارد نشان از پدر. تو تا من رو دیدی، من رو میشناسی، الان من رو داری به شناخت من میرسی، چی تو من میبینی؟ پسر من هم اونا رو داره. دو تا ویژگی بارزش رو بگو تو ذهنت. آفرین. پسر سامانی نژادم مثل سامانی نژاد اولا پاکه، وصله بهش نمیچسبه. ثانیاً خجالتیه.
یعنی به محض اینکه توی جمعی قرار میگیره دست و پاشو گم میکنه. پس آقا، آقا یعنی چی پسرت پاکه؟ یعنی چی خجالتیه؟ پاکه یعنی وصله. الف لام و تنوین بهش نمیچسبه، نمیگیره. و خجالتیه یعنی در حالت مثنا که آنه باید بگیره یا عینه، و جمع مذکر سالم که اونه باید بگیره یا اینه. نشانه های مثنا رو بلدی دیگه، آنه عینه، جمع مذکر سالم اونه اینه. اینا نشانه مسلم مفرد، مسلمان مسلمین مثنا، مسلمون مسلمین جمع مذکر سالم. تو این حالت ها آخرش نون باید بگیره، آنه عینه اونه اینه، همیشه چی دارن آخرش نون دارن. ولی پسر بابا خجالتیه، نونو از دست میده، دست و پاشو گم میکنه. دست و پاش چیان؟ نون آخرش هستن، نون آخر خودشو از دست میده. پس یادت باشه پسر بابا خجالتیه. آقا یعنی چی پسر بابا خجالتیه؟ پسر بابا تو این ترکیب پسر چیه؟ مضاف، مضاف خجالتیه. نگاش کن گوگلی رو، ای جونم، ای جونم، ماشو. پسر بابا خجالتیه یعنی الف و لام نمیگیره، تنوین نمیگیره. اصلا یه چیزی رو میدونستی؟ میدونستی یک اسم فقط، دقت کن، فقط مهمه، فقط میتونه یکی از این حالتها رو داشته باشه. یا باید ال داشته باشه، یا باید تنوین داشته باشه، یا باید مضاف شده باشه. یک اسم نمیتونه تنوین داشته باشه و الف لام هم داشته باشه و از طرفی مضاف هم شده باشه. نمیتونه اینا رو با هم داشته باشه. پس آقا در نتیجه بیاید یه نتیجه گیری کنیم. اگر اسمی الف و لام دارد، دیگر در نتیجه تنوین ندارد و مضاف واقع نمی شود. اگر اسمی تنوین دارد، در نتیجه دیگر الف و لام ندارد و مضاف واقع نمی شود. و سلام. و اگر اسمی، رسیدیم به اینجا، اگر اسمی مضاف است، دیگر الف و لام نمی گیرد و تنوین هم نمی گیرد. خیلی ممنون. پس فهمیدیم پسر بابا پاکه، وصله بهش نمی چسبه یعنی چی. حالا می خواهیم بریم خجالتی بودنه رو بیشتر درک بکنیم. بچه های من، واژه الف یعنی هزار، درسته؟ الف یعنی هزار. میخوام بگم 2000 مثناش میکنم چی میشه؟ میشه الفین. الفین یعنی 2000. حالا میخوام بگم 2000 سال ترکیب اضافی بسازم، مضاف و مضاف الی. 2000 قرار بشه، قرار بشه مضاف، ساله قرار بشه مضاف الی. الفینه بود 2000 دیگه، نه آخرش نون داره، مثنا و نون داره. سامانی گفت مضاف نون آخر خودشو در حالت مثنا و جمع مذکر سالم از دست میده، چون خجالتی. من دیگه اینجا نمی نویسم الفین سنته، میبینی؟ من نمی نویسم الفین سنته، من این نونه رو انداختم، شده الفا سنته، نون افتاده. یا مثلا نگاه بکن دوتا چشم زیبای بنده رو نگاه بکن. عین یعنی چشم، عینین یعنی دو چشم. میخوام بگم دو چشمش، دو تا چشم سیاه داری، به به. میخوام بگم دو تا چشم او، نمیگم عینینه ها، نون آخر رو میندازم میشه عینیها، عینیها. خیلی دام خفنی ها، خیلی خفنه ها بچه ها. این چیزی که دارم بهتون میگم خیلی خفنه، خیلی خفنه. کتابینه تو ترجمه ها هم همینطور. کتابینه یعنی کتاب ها، دوتا کتاب. میخوام بگم کتاب های من، دوتا کتاب من، نمیگم کتابینی. نونه میفته، این نون بیفته، قبول داری این یه و این یه پشت هم قرار میگیرن؟ پس دو بار یه داریم، یعنی میتونیم یه رو با تشدید بیان کنیم. کتابینی نمیشه، نون میفته، میشه کتابیه. پس بچه ها کتابیه یعنی کتاب های من یا دو کتاب من. ای وای چه نکته ای، چه نکته ای خدایا. یعنی سامانی نژاد تو داری میگی کتابی یعنی کتاب من، و داری میگی کتابیه اگه جایی دیدیم یعنی کتاب های من،
بله من دقیقا دارم همینو میگم. خیلی خفن بودا. هی بابا خفن. خیلی خفن. یه دونه تست با هم دیگه بچه ها نگاه بکنیم برای اینکه قصه دستمون بیاد چه خبره. بیاییم من اینجا روی وال تست رو نگاش بکنم. بچه ها صورت سوال رو ما باید اول یاد بگیریم، صورت سوال رو بخوانیم با هم دیگه. معمولا در تستای قواعد از دو تا کلمه زیاد استفاده میشه. یکیش فعل امر عینه به معنای مشخص کن، تعیین بکن، عین تعیین کن. و یکیش مییزه یعنی مشخص بکن. اینجا الان به من داده مییز، مییز مشخص بکن. این مایی که اومده بلا فاصله بعد مییز، دقت کن، مایی که بلا فاصله بعد مییز اومده. یه وقت نگیم مایی نفیه ها داره منفی میکنه، نه 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 نه. به این مایه میگیم مایه موصول، معنی آنچه میده. ببین مییز ما، مشخص کن آنچه را. عین ما، تعیین کن آنچه را. کمل ما، کامل کن آنچه را. پس بچه یه وقت این مایی که بلا فاصله، هر چیزی که دارم بهت میگم نکته از پر اهمیته. تو آزمونا، تو کنکور، اینا واقعا رو اینا گیر میدی، دانش آموز گیر میکنه توش. هر چیزی که داره به سامانیجاد بهت میگه امروز مهمه. اگر بلا فاصله بعد مییز عین کمل دیدی ما اومده تو صورت سوال، این ما مایه منفی کننده نیستا، این ما مایه موصول معنی آنچه میده. نگاه کن نوشته عین ما جاء. بعضی از بچه ها میخونن میگن آقا نوشته مشخص کن نیامده، اونی که نیامده. میگم کو کجا نوشته نیامده؟ میگه آقا اینا دیگه ما اومده جاء هم فعل ماضی شده، ما جاء دیگه نه منفی شده نیامده. میگم بابا بین ما و پرسشی عین و مییزت مگه فاصله اومده؟ نه. زمانی که بین این دوتا فاصله ای نیاد، ببین مییز و ما الان بینشون هیچ فاصله ای نداره، بی فاصلن. پس این مایی که اینجا الان میبینی تو، این ما معنای چی میده؟ معنای آنچه میده. مییز ما، مشخص کن آنچه را. لیس فیه مضاف الی، که نیست در آن مضاف الی. ما دنبال جمله ای میگردیم که ترکیب اضافی نداره. خب مرور کنیم نکته های ترکیب اضافی مونو. ترکیب اضافی ما نکته هاش چی بود؟ دو تا اسم کنار هم دیگه بیان، ترکیب وصفی نباشن. دو، کوفتل زهرمار ترکیب اضافیه. سه، ضمیر متصل بچسبه به اسم ترکیب اضافی داریم. چار، اسمای دائم المضاف حواسم باشه بعدشون اسم بیاد همیشه ترکیب اضافی داریم. خب یه دقیقه گزینه یکو ببینید. از دنیا میتونه ترکیب اضافی درست بکنه؟ نه. از کجا میگم نه؟ چون اسمی که ال داره هیچ وقت مضاف نمیشه. چه نکته هاییه. اسمی که ال داره هیچ وقت مضاف نمیشه. پس از دنیا و مزرعه تو نمیتونیم با هم ترکیب اضافی بگیریم، چون مضاف که الف و لام و تنوین نمیگیره. قربونت برم تو رو سنن، نه مضاف که الف و لام و تنوین نمیگیره. اما مزرعت اسمه الاخرت هم اسمه. بچه های من مزرعت الاخرت، ترکیب مزرعت الاخرت تو رو یاد کوفت الزهر مار نمیندازه. دو تا اسمی کنار هم دیگه اومدن، اولی ال نداره دومی ال داره. پس ما اینجا ترکیب اضافی داریم. یا گزینه 4 رو نگاه بکنید. از تواضع که نمیتونه مضاف باشه، بعد ثمرت مضاف نداره، اسم ال داره اصلا مضاف نمیشه. اما ثمرت العلم رو ببین، ثمرت العلم، آیا ثمرت العلم همون کوفتل زهر مار نیست؟ چرا والا کوفتل زهر ماره و ترکیب اضافیه. انه اون که بچه ها نمیتونه مضاف باشه، بعد اخ بیاد مضاف نداره باشه. اما آیا این اخوه با این الموته کوفتل زهرمار نساختن؟ چرا والا اینم باز کوفت الزهرماره. پس اینم ترکیب اضافی. اما گزینه دو رو ببینید، نوشته العلم کنزون عظیمون. بچه های من کنزون عظیمون، عظیم داره کنز رو چیکار میکنه؟ توصیف میکنه.
اسم اول اون داره، اسم دوم اون داره. دو تا اسمن شبیه به همن از نظر ظاهری، خیلی شبیه موصوف و صفتن. از نظر معنایی هم که عظیم یعنی بزرگ، گنجی بزرگ، معنی میده، صفتشه. پس این ترکیب ترکیب وصفیه. یعنی ما در گزینه دو ترکیب اضافی نداریم و ترکیب وصفی داریم، به همین خوشگلی، به همین تمیزی. بریم سراغ سوال بعدیمون. سوال شماره دو میگه عین نون یجب ان تحذف من آخر الاسم. مشخص بکن نونی را که واجبه که حذف بشه از آخر یک اسم. بچه ها، از آخر یک اسم چه نونی واجبه که حذف بشه؟ عین مشخص کن نونی را که یجب و واجب است ان تحذف که حذف بشه من آخر اسم. چه نونی از آخر اسم باید حذف بشه؟ باید حذف بشه. همین امروز بهت گفتم، تازه بهت گفتم. آفرین. زمانی که مضاف، ببین نکتهش این بود. If اگر مضاف در حالت مثنا یا جمع مذکر سالم باشه، سو بنابر این نتیجه نون آخرش از حالت مثنا و جمع مذکر سالم باید حذف بشه. پس آقا سوال داره به من میگه دنبال مضافی بگرد که مثنا یا جمع مذکر سالم. بچه ها تمارین و درس کوفتل زهرماره، ترکیب اضافی. بچه ها اخوان حاضهی، اخوان یعنی برادران، حاضهی هم که آقا یعنی این معلم، برادران این معلم، ترکیب اضافیه دیگه. حاضهی که نمیتونه معنای صفت نمیده، پس برادران این هم اینجا ما ترکیب اضافی داریم در گزینه دو. قصون الاشجار هم که کوفتل زهرمار، شاخه های درختان، ترکیب ما اضافی. در گزینه چهارم نگاه، حول مزامین، حول مزامین، پیرامون مزامین، گفتم حول بعدش اسم بیاد مضاف الیه دیگه. ترکیبای اضافی دیگه ای هم داریم، مثلا در گزینه یک ندارم. در گزینه دو روز میلاد یه ترکیب اضافیه و میلاده های ترکیب اضافی دیگه است. در گزینه سه کل یوم یه ترکیب اضافیه ولی نون ندارن توشون هیچ کدوم. در گزینه چهار اشعار حافظ باز ترکیب اضافی. ولی بحث ما سر ایناست، اینی که نون داره آخرش، اینی که نون داره آخرش، اینی که نون داره آخرش. و اینجا هم بحثی باز ما نداریم چون مضاف ما حوله، مضاف حوله و حول نون نداره، پس گزینه چهار خداحافظ. اصلا بحث ما رو گزینه چهار نیستش. حالا بچه ها، ما گفتیم مضاف در حالت مثنا و جمع مذکر سالم نون آخرش باید حذف بشه. سوال من از شما اینه، تمارین کلمه تمارین مثنا؟ نه. جمع مذکر سالمه؟ نه. درسته آخرش این داره، اما هر کی سیبیل داره که بابات نیست، هر گردی که گردو نیست. الان کلمه بساتین هم آخرش این داره ولی جمع مکسر بستانه. شیاطین هم آخرش این داره ولی جمع مکسر شیطانه. قوانین هم آخرش این داره ولی جمع مکسر قانونه. آقا خب ما از کجا بفهمیم؟ نشانه رو حذف بکن ببین آیا مفرد کلمه باقی میمونه. الان توی این کلمه تمارین تو اینو بذار کنار، چی میمونه؟ تمار. مفرد این کلمه چیه؟ تمرین. پس عزیزم تمارین جمع مذکر سالم نیست، جمع مکسر کلمه تمرینه. و بچه ها سامانی نکته ای که گفته برای مثناها و جمعای مذکر سالمن که نون آخرشون میفته. پس یک صحیحه، چهارم که صحیح بود، یکم خداحافظی میشه باشه. بین دو وسته گیر کردیم دوستان. کلمه قصون، قصون اونو ازش بگیر چی میمونه؟ قص میمونه. اگه اونو ازش بگیری قص میمونه. آیا قص مفرد این کلمه است؟ نه، مفرد این کلمه قصنه، یعنی شاخه. پس قصون هم جمع مکسر کلمه قصنه. ما نکته ای که گفتیم زمانیه که مضاف ما
بشه مثنا یا جمع مذکر سالم. پس آقا اینم صحیحه، گزینه سم خداحافظ. چرا گزینه دو غلطه؟ چرا در گزینه دو نونه باید حذف میشده و حذف نشده اینجا غلطه؟ پس این عبارت، چون اخوانه بچهای من جمع مکسر نیست. جالبه بدونید بچهای من، کلمه اخ جمع مکسرش میشه چی؟ میشه کلمه اخوت به معنای برادران و کلمه اخوان به معنای برادران. کلمه اخ که اینجا بهتون داده، این کلمه اخ بچهای من مثناش میشه چی؟ مثنای کلمه اخ میشه اخوین و اخوان. همینطور که میبینید این کلمه الان اخوان نیستش، جمع مکسر نیست. نگاه کن، دقت کن، اخوانه، یعنی مضاف من مثنا هست، مضاف مثناه و باید نون آخرش حذف بشه. در این حالت گفته بودیم نون آخر باید حذف بشه. پس جواب این تست میشه گزینه دو. بیاید پایین تر ببینیم چی داریم. میگه عین عبارتن ما جا افیها المضافن الی، عبارتی را مشخص کن. بچه اینجا نگاه بکنید، همون نکتهی که بهتون گفتم. الان اینجا ما اومده، عینم اینجا اومده، آیا بازم ما مای موصوله؟ نه دیگه، بین اینا فاصله اومده. نگاه کن، این عبارت اومده بین اینا فاصله انداخته. دیگه مفعول من تو این جمله کلمه عبارته. میگه تعیین کن چه چیزی را، مفعول جواب چه چیزی را هستش دیگه، عبارتی را مشخص بکن که ما جا افیها المضاف الی، که نیامده. این ما مای منفی کننده است، ما جا یعنی نیامده در آن مضاف الی. خب بچه های من، آیا نحنو میتونه مضاف باشه؟ نه، چون بعدش اسم نیومده. این بی که میبینید اینجا اومده حرفه. ما بحثمون راجبه جاییه که دوتا اسم کنار هم بیان. پس نحنو خدافزی، به حاجتن خدافزی، کلمه اله حرف جر، این تعلمم، پس اله تعلم خدافزی تا اینجا. ولی بچه ها رسیدیم به چی؟ رسیدیم به تعلم. الان ما داریم تعلم لغت کوفت الزهرمار، یه ترکیب اضافی، یادگیری زبان ترکیب اضافی. آقا اللغت العربیت چی؟ بابا این دوتا که دوتا اسم شبیه به همن، ال ترکیب وصفیه. میام جلوتر، لأنها که حرفه، هیچی، لغت اسمه، دینم اسمه، یه ترکیب اضافیه دیگه اینجا دارم، لغت دین. و بچهای من دیننا هم خودش دوباره یه ترکیب اضافی دیگه هم اینجا دارم، دیننا، ضمیر متصل به چسبه به اسم میشه مضاف الیه. ما دنبال گزینه‌ای میگردیم که ترکیب اضافی نداشته باشه. من دارم تست آموزشی برات حل میکنم، یعنی تو اگه فهمیدی تعلم لغت ترکیب اضافی، همونجا گزینه یک رد بکن. منتها من چون تست آموزشی دارم میام جلوتر، همه چی رو بررسی بکنم، مد نظر بگیرم. اللغت الفارسی هم که ترکیب وصفیه، این داره اینو توصیف میکنه. مخلوط هم که بعدش به اومده، اینا حرفن، هیچ، این هم که ترکیب نمیتونه باشه ترکیب اضافی. پس گزینه یک ترکیب اضافی داره، سه تا هم داره، تعلم لغت، لغت و دین و دین ما. نگاه، تعلم لغت یه دونه، لغت و دین دوتا و دین نا سه تا. در گزینه دو میگه فلانی کتب، نوشت، اول کتابن یه ترکیب اضافیه، اولین کتاب، کتاب کامل ترکیب وصفیه. اینجا فل قواعد که حرف با اسم بعدش جار و مجرورن، بعد اللغت ال داره، القواعد هم که ال داره، هیچی، اینا رو هم میزنیم میره. اسمهو بچه ها نگاه کنید،
ضمیر متصل چسبیده به اسم. اینجا هم ما ترکیب اضافی داریم. در گزینه 3 الکلمات العربیت که هیچی، ترکیب وصفیه، دو تا اسم شبیه به همه. کثیرتون فی الفارسیت این فیه حرفه و حرف هازا هیچی به سبب. آها، اینجا داره میگه سبب احترام، علت احترام. پس یه ترکیب اضافی اینجا داریم، احترام که معنی صفت نمیده، پس مضاف داریم و مضاف الیه. بعد احترام ایرانی، این هم بچه ها یه ترکیب دیگه است، احترام ایرانیان. بعد لغت القرآن هم بچه ها یه ترکیب دوباره اضافی دیگه است. پس ما اینجا بازم ترکیب اضافی داریم، داره داره داره. جواب تست ما میشه گزینه 4. دقت کنید، دخلک فعل. بعضی از بچه ها میگن آقای سامانی نژاد مگه نگفتی کوفتل زهر مار ترکیب اضافیه؟ میگم چرا. میگی خب آقا دخل المدرس، دخل ال نداره، المدرس ال داره. بابا من اون نکته ای که گفتم زمانی که دوتا اسم کنار هم بیان، دخل فعل، مدرس اسمه، داخل شد معلم، مدرس که نقشش فاعله، چه کسی داخل شد؟ معلم. فصفم که حرفه و قاله که فعله، این دوباره فعله، این دوتا ال دارن موصوف صفتن، فی حرفه، این هم که آقا برای این دوباره صفته. گزینه 4 ترکیب اضافی ندارد آقا جان، ندارد. و سلام. و جواب تست ماست. بیاین داریم پایین تر، بیاین داریم پایین تر. میگه کم مضافن الی جا فی عبارت فلان. خب بچه ها احب قبول دارید اسمه؟ احب یعنی دوست داشتنی ترین. معنی کنیم اول جمله رو. دوست داشتنی ترین بندگان خداوند برای خداوند، سودمندترینشان برای بندگانش است. احب اسم، عبادم اسم. این یه ترکیب اضافی شد، پس عباد شد مضافون الی، اولین مضافون الیه من. در ادامه عباد الله، بندگان خداوند، عباد الله عزیز من، دوباره نگاه کن، دومین ترکیب اضافی ما هست و الله اسم دوم میشه دومین مضافون الیه من. کلمه الا که حرف کاری بهش نداریم، الله هم که بعدش اومده با این حرف اومده، اسمیه که با حرف جر میاد، کاری بهش نداریم. انفع عزیز من یک اسمه که ضمیر متصل بهش وصل شده. بچه های من ضمیر متصل وصل بشه به اسم نقشش چی میشه؟ نقشش میشه مضافون الی. پس ما سومین ترکیب اضافیمون رو داشتیم، این همم سومین مضافون الیه. کلمه ل که کاری بهش ندارم حرفه، اما عباد اسم، دوباره ضمیر چسبیده بهش، ضمیر هو. پس این میشه چهارمین ترکیب اضافی من و ضمیر هو هم میشه چهارمین مضافون الیه من. خب کم یعنی چند تا، پرسشیه، چند تا مضافون الیه جا آمده در عبارت فلان؟ 4 تا. اسنان 2 تا نمیشه، سلاست نمیشه، اربعت 4 تا. به همین خوشگل. تست شماره 5 هم بچه ها تست خفنیه، تست خفنیه و پر از نکته خفنه. میگه کم اسمن لا یقبلو ات تنوین، چند تا اسم قبول نمی کنه تنوین رو. بچه ها نکته گفته بودیم بهتون دیگه. چه نکته ای بهتون گفته بودیم؟ گفته بودیم آقا اسمها در زبان عربی یا باید ال بگیرن، یا باید تنوین بگیرن، یا باید مضاف واقع بشن. یعنی چی؟ چند تا اسم تنوین قبول نمی کنند؟ بچه ها اسمی که الف و لام داره در نتیجه دیگه تنوین حق نداره داشته باشه، این یه مدل. اسمی که مضاف شده باشه در نتیجه تنوین باز نمیتونه قبول بکنه، این دومین رده، دومین دسته. خب بچه ها بیایید من اول ترکیبای اضافیمونو پیدا بکنیم. گرمیم دیگه، گرم ترکیب اضافی هستیم. یقومو که فعله، خدافزی. مدیر اسم، المدرسات هم اسم. مدیر المدرسات کوفتل زهرمار یه ترکیب اضافیه. خب که سامانی گفته مضاف من یعنی کلمه مدیر
حق ندارد الف و لام بگیرد. پس این میشه شماره یک. ب چه حرف عزیز من؟ ب چه حرف؟ هیچی. ب حرف. ب چه حرف؟ اعطاء جایزه اسم اومده با یه اسم دیگه. جایزه که معنی صفت نمیده، ترکیب اضافی داریم. پس این میشه دومین ترکیب اضافی من. و بچه های من، اعطا مضافه و چون مضافه در نتیجه الف و لام هوتوتو نمیگیره. دو تا اسم تا اینجا ال نمیگیره. لکه اینجا حرفه، کاری نداریم. تلمیز اسمه، مثالی اسمه، ولی بچه ها اینجا موصوف صفت داریم. چون موصوف صفت داریم کاری بهش نداریم. فی که حرفه، اما بچه ها جشن پایان، جشن آخر، جشن پایان، جشن پایان سال، جشن نهایت، جشن پایان، پایان که معنی صفت نمیده. بعد اینجا نگاه بکن. پس اینم یه ترکیب اضافی داریم که حفلت توش مضافه، کلمه حفلت در نتیجه الف و لام هوتوتو نمیگیره. پس این سومین کلمه ایه که الف و لام نمیگیره. بچه های من، نهایت سنت، مگه نهایت اسم نیست؟ سنت اسم نیست. مگه اینا دوباره شبیه کوفتل زهرمار نیستن؟ ترکیب اضافیه. پس نهایت برای از سنت بازم مضافه و مضاف الف و لام هوتوتو نمیگیره. پس شد چهارمین اسمی که الف و لام نمیگیره. حالا سامانی گفته مضاف ال نمیگیره. ما چهار تا مضاف داشتیم، ال نمیگرفت. سامانی گفته اسمی که ال دارم الف و لام مضاف نمیشه، اسمی که ال دارم تنوین نمیگیره. بچه ها بیاید اسمای ال دارم پس به این مجموعه اضافه کنیم. المدرسه به خاطر الف و لامش نمیتونه تنوین بگیره. شد شماره 5. بچه های من، از سند به خاطر الف و لامش نمیتونه تنوین بگیره. شد شماره 6. بچه های من، کلمه ادراسیت به خاطر الف و لامش نمیتونه تنوین بگیره. شد شماره 7. در مجموع چند اسم تنوین قبول نمی کند؟ 7. 7 اسم تنوین قبول نمی کند. خب سلاطین من، داریم میرسیم به جنسیت اسم. مذکر و مؤنث رو میخوایم راجبش صحبت بکنیم. بریم یه استراحت کوتاه بکنیم، با همدیگه پرقدرت برگردیم. مرسی.